به نام خدا به این ویدیو کارخونگی دوم بر شما کار میکنم به کارخونگی دوم سوال اول گفته که بین شما گیم تیار کنیم یا کود با حالت نوشته کنیم که دو نفر خودی هم گیم بزنیم میکنم به نام فهیم و و در صورتی که اینا سه بار خودی مسابقه میدم در صورتی که افریج اسکور از اینا از یک نفر حداقل دو برابر نفر بعدی بود همون نفر برنده میشه خب برای که این کار انجام بدیم اینجام هم تسک های گفته و اینجام هم دیتا داده که این کار انجام بدیم و اینجا هم هنگ داده گفته که افریج سکور هم رو خودی انجام میکنیم تقسیم سه میکنیم و حداقل دو برابر سکور رو هم با استفاده از این فرمول ای بزرگ مساوی از دو ضرب بی چک میکنیم خب من این کار قبلا انجام دادم برش ما میدم کار اولی که سوال گفته اینه که فانکشن به نام اوریج اسکور با استفاده از ارو فانکشن تیار میکنیم که صد تا اسکور به نام اسکور یک و دو و سه میگیره و اسکور یک و دو و سه هم جمع میکنه تقسیم تعداد میکنه که بریم ما اوریج به دست میاره یا بریم ما اوریج ریترن میکنه اگر داخل از این سوال بریم این میشه قسمت اول یا استپ اول که اوریج اسکور گفته محاسبه کنیم توسط یک ارو فانکشن استپ دوم گفته که فانکشن افریج سکور برای هر دو پلیر کال کنیم پس داخل کد اگر بیایم برای فهیم و برای زیبیر با این قیمت هایی که سوال داده بیایم شما افریج سکور کال کنیم که من اینجا کال کردم پس از داخل ازی یک فیصدی یا یک افریج به دست میایه که داخل ازی ذخیره میشه و از این کالکیولیت هم یک افریج دیگه به دست که داخل زبیر ذخیره میشه پس این میشه استپ دوم استپ سوم گفته فنکشن به نام چک وینر بسازیم که این کار انجام بده خب داخل چک وینر فانکشن ساختیم دو تا پارامتر میگیره یکی به نام اوریج اسکور زوبیر و یکی هم اوریج اسکور فهیم که هر دو تا ما اینجا از اینجا به دست آوردیم و به اینجا پس کردیم به اینجا میگیم که اوریج اسکور فهیم بزرگ مساوی از حداقل دو برابر اوریج اسکور زوبیر اگر بود فهیم برنده در غیر از صورت اگر زوبیر بزرگ مساوی از حد اقل دو برابر اسکور فهیم بود زوبیر برنده که به اینجا میبینیم شما کار شده در غیر از این صورت چون گفته مساوی در نظر نگیریم میگیم نو وکتوری یک چیز چاپ کن و به استپ چارم سوال گفته که بیایم شما به این جگاه گفته چک وینره بیایم روی دیتا یک و دیتا دو کال کنیم خوبی چک ویناره یک دفعه با افراج سکور فهیم یک دفعه با افراج سکور زبیر که به اینجا ما پیدا کردیم اینار میاییم اینار کار میکنیم پس هر زمانی که ما افراج سکور فهیم و افراج سکور زبیر این بدیم این دوتا در حقیقت میای جای از اینار میگیره و میایی محاسبات انجام میده یک دفعه دیگه باز میایم با دیتای دوم می ایر کار میکنیم یا تست دیتای دو تست دیتای دو میایم قیمتا رو فقط تغییر میدیم افرج اسکور فین میگیم این قیمت داره افرج اسکور زبیر این داره دوباره چک وینر رو چک کنیم برای شما اگر اوت پوت دیگه میده اگر این می رن کنم شما می بینیم که وقتی چاپ میکنه به دیتای اول نو ویکتوری چاپ میکنه به خاطر ازی که دیتای اول میتونیم شما تا قیمت هم چاپ کنیم نه فهیم بزرگتره نه هم زبیر ولی به دیتای دوم فهیم شست در مقابل بیستهش برنده شده این میشه از قسمت کارخونگی اول شما خب میایم به سوال دوم کارخونگی دوم که همون تیپ کالکیولیتور بود که ما فنکشن داریم به استپ اول گفته بیاییم فنکشن کالکیولیتیپ با قیمت 100 کال کنیم ببینیم آیا کار میده یا نه بعد از بیایم آرایه به نام بلز بسازیم قیمت ها پیین داخل خود خیره کنه که این جگاه داده شده بعد از آرایه به نام تپس بسازیم که هر دونه از این قیمت ها بیاید تپ اینا محاسبه کنه از داخل آرایه بالایی و بانوس پوینت هم گفته که آرایه به نام توتل بسازیم که بیل و تپ خودی هم جمع کنه خب میریم داخل کد فنکشن کالکولیت تپ پرما داریم اینجی. بل والیور می نیست پارامتر می گیره اگر بین 50 و 300 بود 15 فیصد تپ باید پرداخت کنه اگر غیر از اینا بود باید 20 فیصد پرداخت کنه بعد از با قیمت مثلا 100 که گفته ایر می آیم، تست میکنیم بعد از این سپ دوم گفته که آرای به نام برز بسازیم پس میایم 120 25 555 و 44 در داخل از آرای ذخیره میکنیم بعد از او آرای تپس گفته که دونه دونه از این آر باید شما تپ یار محاسبه کنیم به او خاطر فانکشن کالکیولیت تپ کال میکنیم منه اولین اندکس از این ای و برای از این بلز سفروم هم بدیم بلز سفروم یعنی ای که تو برو با آرای بلز اندکس سفروم که از 125 بگیر منداز داخل از ای. پس اندکس سفر از ای میشه اندکس سفر از ای. یعنی 125 باز به اندکس یکم از این میایه کالکیولیت تپ که این فنکشنه میایه 555 حساب میکنه به اندکس دوم میایه این قیمت 44 محاسبه میکنه از داخل از اینا صد تا تپ بیرون میشه که در داخل آرای تپ ذخیره میشه و آخری هم توتال بود که بلز سفرم که اینه این قیمت بل امرو با قیمت تپ جمع میکنیم پس حاصل جمع از اینا به خونه صفر میایه حاصل جمع خونه یک به خونه یک میایه واصل جمع خونه دوم به خونه دوم ذخیره میشه بعد از اون هم هر تا چاپ میکنیم حالا اگر ما بریم این رن کنیم میبینیم که برای ما اینجا وقتی رفرش میکنیم میگه کالکیولیت تپ 100 میشه 15 یعنی که اگر 100 افقنی ای مثلا بیلیو بوده باید ای 15 افقنی تپ بده چون بین 50 و 300 پس 15 افقنی میشه بعد از بیلز 125 555 و 44 که اینجا داده شده تپ هایی که باید پرداخت کنه از 125 افغانی بیل 18.75 افغانی باید پرداخت کنه از 555 111 و از 44 88 و حاصل جمع از این هم که ایدیتار خودی هم جمع میکنیم به این روز خیره کردیم که 143 666 و 52 شار 8 شده ای بود از کارخونگی دهم سوال دوم خب سوال سوم از کارخونگی دوم گفته که آرایی تیار کنیم که سه پاپیولیشن از سه کشور دلخواه خود شما داخلی و زخیره شد و به نام پاپس اسمی رو بگذاریم و بعد از داخل کنسول چاپ کنیم که آیا ای آرایی سه الیمنت داره یا نداره اگر داره ترو اگر نداره فالس و بعد با استفاده از فنکشنی به نام پرسنتج آف ورلد وان یا یونیورس وان که قبلا برش ما کارخونگی داده بودم بیایم فیصدی از این پاپیولیشن ها محاسبه کنیم که ما قبلا این فنکشن تیار کرده بودیم حالا اگر داخل کد بیاییم میبینیم که فنکشن یونیورس وان که ما قبلا آماده می محاسبه روی انجام دادیم فیصدی همون نفوذی که برای می دادیم می و برای ما رتر میکرد آرایی به نام پاپ ساختیم که قیمت 40 80 و 100 فرض کنین 3 تا نفوس از سه کشور داخل ذخیره شده اگر لنت آرایی ما مسی مسی به 3 شد ریتن کن ترو یا کانسل داد لاک ترو در غیر از این صورت فالس پس اگر ای آرایی سیل مندیش ترو میده اگر ندیش فالس میده و در آخر هم گفته که هر تا از این پاپسار بیایم شما فیس دیور بگیریم میتونیم موسیقیم داخل آرایه به نام پرسنتج بسازیم و این کار انجام بدیم این کاری که اینجا داخل ایکس و وای زید کردم میتونیم داخل سه بری بر ذخیره کنیم ما اومدیم داخل سه بری بر ذخیره کردم پرسنتج یونیورس وان کال کردم و بری و پاپس صفر رو دادم که قیمت 40 میشه دفعه بعدی پاپس یکم دادم که قیمت 80 میشه دفعه بعدی پاپس سو... دوم دادم که قیمت 100 میشه پس قیمت 40 80 و 100 در داخل x y z فیصدی از اینو میای ذخیره میشه و بعد x y z دادم به به این پرسنتیج پاس کردم و به یالت کارخونگی سوم شما یا کارخونگی دهم سوال سوم کار میشه خب این بود از حل کارخونگی دهم شما تشکر موفق باشیم وقت خوشی داشته باشیم خدا نگهدار